مقامات در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو امروز بیان داشتند که تدابیر اضافی در راستای تأمین امنیت در امتداد سرحد ترکیه می تواند در برگیرنده افزایش کشتی ها در دریای مدیترانه، تعبیه تیاره های بیشتر در پایگاه هوایی انجرلیک ترکیه و نصب یک سیستم نیرومند دفاعی راکت باشد. یانس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو نیز بیان داشت که اعضای این سازمان باید در چند هفته آینده راجع به ترکیه روی تدابیر مشخص تصمیم اتخاذ کنند. این چیزی است که ما از دیر زمان و قبل از حادثه هفته گذشته روی آن کار میکنیم و این چیزی است که مجزا از واقع هفته گذشته است، زیرا این کار است که ما بر آن تصمیم گرفته و از چند سال بدین سو آن را انجام دادیم. بنابراین برای تضمین تدابیر مشخص برای ترکیه ما به این کار ادامه خواهیم داد. در نشست امروز همچنان جان کری وزیر خارجه ایالات متحده از تمامی وزرای خارجه خواست تا مبارزه خود را در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه و متلاشی ساختن شبکه‌های بین المللی آن افزایش دهند. از جانب دیگر، وزرای خارجه ناتو امروز از کشور مونتنگرو رسما خواستار الحاق آن با این سازمان گردیدند، اما روسیه با این کار مخالف میباشد. در طول سالهای اخیر ما شاهد اصلاحات در کشور مونتنگرو بودیم و به این خاطر فکر میکنم که مباحثات صبح امروز ما از یک سو یک پیام خوب برای کشورهای غرب بالکان میباشد و از سوی دیگر بیانگر ادامه پالیسی پذیرش ناتو میباشد. قرار است طی مراحل شمولیت رسمی کشور مونتنگرو من حیث 29مین عضو این سازمان ماها طول بکشد. پس از الحاق کشورهای آلبانیا و کوریشیا در سال 2009، مونتنگرو نخستین کشور است که عضویت این سازمان را به دست خواهد آورد. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.